مسئولان دو سازمان مدنی از کشور عراق با مرجعیت شیعه حضرت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس قم دیدار کردند سلیم عادل الحسناوی رئیس سازمان سید الشهدا علیه السلام برای رشد و توسعه اجتماعی و مؤسسه راههای نیکوکاری انسانی در شهر بصره به همراه ابو سلام الخفاجی از اعضای فعال در این مؤسسه ضمن حضور در شهر مقدس قوم با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله را شیرازی از الله دیدار کردند و سوی ایشان مورد استقبال قرار گرفتند به گزارش پایگاه رسانی معظم الله در این دیدار مرجعیت شیعه با اشاره به اوضاع کنونی عراق مسئولان این مؤسسات را به تلاش و فعالیت شبان روزی و همه جانبه برای خدمت به ایتام و فقرای کشور عراق سرزمین امام علی و امام حسین علیه ما سلام سفارش کردند. همچنین مرجالی قدر آیت الله عظما شیرازی فعالان امور فرهنگی، دینی و اجتماعی را به دوری از راحت طلبی دعوت کرده و زندگی مرفه و راحت طلبی را مانع از تلاش و فعالیت دانسته و فرمودند دنبال زندگی مرفه و راحت طلبی نباشید تا تلاش و فعالیت شما بیشتر و دستاوردهایتان افزونتر باشد. همچنین معظم الله همگان را به پایبندی به خرد ورزی در گفتار و کردار و تعامل با دیگران دعوت نمودند. در این دیدار رئیس سازمان سید و شهد علیه السلام گزارشی از مهمترین فعالیتها و دستاوردهای سازمان سید و شهد علیه السلام به معظم الله ارائه کرد فعالیت چون ساختن بیش از 213 خانه برای خانواده های ایتام و بی و خانواده های شهدای عراق سرپرستی صدها یتیم و تشکیل و راه اندازی دوره های دینی آموزشی برای صدها نوجوان و جوان وی تصریح کرد این سازمان با تمام توان خود در راه رشد و توسعه فکری و اقتصادی جوانان عراق تلاش می کند.